وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از موجودیت حدود 3000 فارم بزرگ و کوچک تربیه مویی در کشور خبر داده که به گفته این وزارت افزایش چشمگیر داشته است. این وزارت سهولت‌های زیادی را در این بخش برای فرمداران فراهم نموده است. کب روزنه د پروتین و خوړو په برابرولو او د کورنیو او هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې ارزښتناک ونډه لري او دې سکتور په زرګونو کسانو ته چې اوس مهال د کبانو په فارمونو باندې بوخت دي د کار زمینه برابره کړې ده. به گفته وی این وزارت برای افزایش فارمهای مایی تلاش میورزد. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ژمن دی چې په هیواد کې د کبانو د فارمونو ودې او پراختیا لپاره اسانتیاوې برابرې کړي او په دې برخه کې یې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د کبانو سلګونه فارمونه جوړ او خصوصي سکتور ته یې سپارلي دي. از سوی هم آگاهان از موجودیت این فارم ها خوشبین هستند و بر رشد و انکشاف آن تاکید می‌ورزند. ما بسیار خوش هستم که چنین حرف صورت گرفته و اگر ادامه پیدا کنه ما یکی از خوبترین ها بشیم، به خصوص که ما این رو ببریم به سوی صنعت و این رو در حقیقت کنسرو میوه را، کنسرو مایی را ایجاد کنیم و این کنسرو مایی میفهمیم که در کل دنیا یکی از قیمتی ترین خوراک ها به شمار میره. فارمدارانی که اکنون مصروف نگهداری و تربیه ماهی هستند میگویند که از این طریق توانستند نفقه خانواده هایشان را تامین نمایند و از وزارت زراعت و مالداری میخواهند تا در این عرصه با آنها همکاری نماید. فارم وطن کی است؟ مثل فارم ماهی دریایی واره، تازه است، لذیذ است، شیرین است. امیدیم. او فارم پاکستان کی است؟ یک ذره یخ زده میایه او دامی مثلا مزایش از دست میتا. ما میخواییم از زراعت کمک میخواییم، سولار و مایچو و چای میکنده بیتا امره میخواییم. او ما مردم بسیار کمبوتی میکنه، او ما مردم خراب است، بسیار چطالی میکنه، باز مایی یک ذره مریضی پیدا میکنه. مریضیش هم دوا میخواییم که از کمک میخواییم از زراعت کمک کنه دوا مردم. به گفته مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، این وزارت مقدار زیاد ماهی و مواد خوراکی آن را توزیع نموده و همچنان برنامه های آموزشی و سایر سهولت‌ها را برای فارمداران ماهی فراهم نموده است.